رفقا درود، امروز 27 بهمن 1401. یک مقدمه قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم در مورد استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل‌های امنیتی است. در مورد پدیده‌های طبیعی هم همینطور، با استفاده از رویدادهای زیست محیطی یا طبیعی می شود به تحلیل های امنیتی یا پیش بینی های امنیتی رسید. چندان چیز عجیب و غریبی نیستش، علمش رو داره، رشته دانشگاهیش رو داره، منتها حالا ممکنه در ایران یه مقداری برای لایه های عمومی ناشناخته تر باشه در سطح آکادمیک یا دانشگاهی. اما به هر حال حتی در داخل جمهوری اسلامی هم سازمان هایی هستند که علاوه بر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و ارگان های غالبا نظامی راجع به اینجور مسائل در سطح استراتژیک بحث میکنن، برای نظام برنامه ریزی میکنن، علیه اون امنیت کشورهای دیگه بر اساس همون برنامه ریزی میکنن، شرکایی برای خودشون میگیرن. خیلی چیز عجیب و غریبی نیستش. مثلا یک نهادی هست به نام سازمان پدافند غیر آمر که بخشی از فعالیتاش مربوط به تحلیل و در واقع مقابله با یک سری تهدیداتی که ناشی از همین رویداد هست. پدیده های طبیعی مثل اقتصاد، مثل شرایطی که در یک جامعه به وجود میاد، در مسائل امنیتی، در امنیت یک کشور، امنیت داخلیش، مرزی و سایر مسائل مربوط به امنیتش تأثیر گذاره. پدیده های طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، سونامی، تسونامی، هر چیزی برای هر کشوری ممکنه دردسرساز تا بحرانساز بشه، بسته به ظرفیت و توانمندی یک دولت، بسته به مشروعیت یک دولت میتواند در مقابل این پدیده ها با بسیج منابع مالی و انسانی مقابله بکنه یا در واقع غوزی بالای غوزهای دیگر شود. دلیلش هم روشنه، خیلی ساده. اگر نخواهیم بحث رو بی خود بپیچونیم و چفت و بست طولانی بهش بدیم، زمانی که در یک کشوری زلزله سیلی اتفاق میفته، به میزان خسارت و خرابی که به بار میاره اون دولت رو درگیر میکنه. بخشی از سیستم باید به فکر جبران اون خسارت ها بیفته از نظر مالی. بخشی از خدمات اون سیستم شامل اورژانس، بیمارستان‌ها، تیم‌های امداد و نجات، آتش نشانی‌ها و سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها بسیج میشن که اون پدیده طبیعی رو یا با ادامش مقابله بکنن یا خسارتش جبران بکنن یا اونهایی رو که خسارت دیدن از زیر آوار بیرون بکشن، مسکنی براشون تامین کنن. به هر حال سیستم درگیر میشه. نیاز به بودجه سریع است و همه اینها علاوه بر اینکه یک مدیریت میخواد، علاوه بر اینکه بودجه میخواد، یک همکاری هم از طرف جامعه میخواد. حالا ممکنه بخشی از این همکاری ها رو مردمی که خودشون مورد آسیب قرار گرفتن بتونن ارائه بدن، یه بخشش رو از روستاها، شهرستانها، شهرهای اطراف، یا در مواقعی که بحران شدید میشه میبینیم کشورهای خارجی به داده یک دولت غریبه میرسن تا کمکش بکنن، شامل ارسال بسته های بیمارستانی، امدادی، انواع و اقسام خوراکی ها، چادر و هر چیزی که به ویژه مثلا در اتفاقاتی که در ترکیه افتاد بعد از زلزله شاهدش بودیم. حالا هر چقدر که مشروعیت یک حکومت بیشتر باشه، هر چقدر که مدیریت کارآمدتر باشه، بسیج این امکانات برای حل بحران رو راحت‌تر میتونه انجام بده. یا تجربه، یا بودجه، یا امکانات، ظرفیت، هر چیزی. آمادگی وقتی باشه، خب مسلماً در مواقعی که این بلایای طبیعی در یک کشوری اتفاق میفته برخورد باش بهتره. گاهن اینقدر اینها شدید میشه که نیاز دارن که دوستان یا کشورهایی که حتی دوست نیستن ولی دشمنی هم ندارن کمک بکنن. این هم بستگی به سیاست خارجی کشورها، ارتباطات دیپلماتیکشون، گستردگی روابط دوستانه و حسنه و فرهنگی و قومیشون که با دولت‌های مجاور یا سایر دولت‌ها در بقیه نقاط دنیا دارن برمی‌گرده. در این مورد متاسفانه جمهوری اسلامی یک فاجعه است.
یک فاجعه به تمام معنا، یعنی نه تنها در بعد از بلایای طبیعی خودش میتونه به مردم خدمات بده و بحران رو مدیریت بکنه، که هیچ بقیه سازمان ها و ارگان ها خودشون منشأ بحران های بعدی میشن که اصلا ربطی به اون بحران اصلی نداره. مشروعیت نظام هم انقدر قراضه و در و داغونه که خب خیلی برای سنگ تموم نمیذارن، یعنی وای به حال ما مردم بیچاره که از دو طرف اینجور گرفتار همچین مسائلی هستیم. در واقع بحران ها باعث میشه که ناکارآمدی های نظام حتی اون بخشش که مشخص نیست بیرون بزنه. یک نمونهش در زلزله خوی که دیدید، به جای اینکه به مردم کمک کنن میرن به سوریه کمک میکنن. چرا؟ چون اگه به سوریه کمک نمیکردن اونجا مردمش میریختن، اعتراض میکردن، ناراضیتی و دوباره و و و. یک نمونهش در پلاسکو، یک ساختمون ریخت، کشور سر تا سر، یا مثلا مصر متروپول. در مورد زلزله ترکیه هم همین اتفاقات افتاد، ولی با این تفاصیل که با وجود اینکه دولت اردوغان نسبت به سایر استانداردهای دولت‌های استاندارد در دنیا خب نمره پایین‌تری داره، ولی خوب بسیج شدن برای کمک به ترکیه. زلزله ترکیه یا کلاً به طور کل پدیده‌های طبیعی وقتی که در یک کشوری تأثیر می‌ذاره، حالا بر اساس تعاریف آکادمیک حرکت مسیر بال پروانه و نمیدونم تئوری اثر پروانه و اینها رو بذارید کنار، وقتی که یک بدبختی و بیچارگی و نکبتی توی کشوری اتفاق میفته، کشور مجاورش هم درگیر میکنه. حالا ممکنه بعضی از این درگیری‌ها به خاطر مسائل قومی باشه، بعضیش به خاطر مسائل فرهنگی، بعضی به هم پیوستگی اقتصاد اونها، به هم پیوستن شراکت اونها، دلایل مختلفی داره که اینجوری درگیر می‌کنن. همون کشوری که خودش اون پدیده طبیعی اتفاق افتاده، هم کشور مجاورش رو. در مورد ترکیه هم این اتفاق افتاد. حالا منهای اینکه خودمون دولت و مردم درگیرن، اثراتی هم گذشته روی مسائل مربوط به ایران، از رسانه‌ای و تبلیغاتی و در واقع انسانی بگیر، مثل اینکه چرا به مردم خودمون کمک نمی‌کنید، در خوی فشار روی جمهوری اسلامی از طرف مردم میاد که چرا فرستادید این چیزایی که به خانه روا بوده، به مسجد حرام بوده، فرستادید به ترکیه و سوریه، تا اثراتی که شاید راجبش کمتر صحبت بشه. مثلا وقتی که ترکیه با این بحران روبرو میشه، بانک‌های ترکیه درگیرن، مجبورن منابع مالی رو از این ور اون ور تامین کنن، برخی از شعب بانکی از بین رفته، صرافی‌ها از بین رفتن، از برخی از شعب یا بانک‌ها دولت قرض مجبوره بگیره تا بخشی از بحران رو پیش رو بذاره، افرادی ممکنه در آوار گرفتار بشن که ناخودآگاه به سیستم، به روابط بین دو تا کشور یا چند تا کشور لطمه بزنن. خیلی خیلی سناریو میشه راجبش چید. در مورد زلزله ترکیه هم در ایران هم همینجوری شد. الان تامین منابع ارزی از کانال ترکیه برای جمهوری اسلامی به مشکل خورده، به خیلی از دلایلی که میشه راجبش صحبت کرد. ضمناً کشورهایی هم که میان کمک میکنن در چنین مواردی، حالا به هر حال صحبت از این میشه که موضوع خیرخواهانه است، انسان دوستانه است، ولی بدون شک هیچ کشوری در مقابل هیچ کشوری یا رژیم دیگه ای عاشق چشم و ابروی مردم اونها نیستش. درسته ممکنه متحد شریکی باشن اینها، ولی بابت کمک هایی که میکنه یا در آینده کمک هایی میخواد یا همون نوع یا به نحو دیگری، یا بابت کمک هایی که ارائه میده چیزهای دیگری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی می‌خواد، یا باج می‌گیره، یا در گذشته بدهی داشته مجبور بوده اونو صاف بکنه. به هر حال صرفاً این نیستش که بگیم هر کشوری که میاد به یک مردم یک کشوری در یک مقطع بحرانی کمک می‌کنه صرفاً انسان دوستانه ایناست. نه، این خیلی نگاه غیر واقعیه. در مورد ترکیه هم این اتفاق افتاد. حالا در مورد سوابق جمهوری اسلامی یا کشورهای اطرافش چی شده؟ هر وقت کشورهای اطراف ایران، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق، افغانستان، پاکستان و آذربایجان و یا دوستان جمهوری اسلامی، یا کشورهایی که حالا با جمهوری اسلامی روابط خیلی حسنه ای ندارن ولی بد هم نیستن، یا مثلا روابط تجاری گسترده ای دارن، روابط سیاسی خیلی به خصوص ندارن، مثل هندوستان یا برزیل،
زمانی که این کشورها با بحران روبرو میشن، حالا یا ناشی از پدیده های طبیعی یا سایر بحران ها، یا از کشورهای بزرگ مثل قدرت های اروپایی، نمیدونم G7 و اروپایی ها و آمریکایی ها، اینها یک امتیازی میخوان، یکی از اولین مسائلی که اونها دست میزنن روش میگن مثلا تحریم های ما در قبال جمهوری اسلامی رو باید رعایت کنید، یا میگن باید سیستم بانکیتون رو به روی جمهوری اسلامی ببندید، یا میگن باید خرید نفت و معدنیات گازی و محصولات پتروشیمی رو متوقف بکنید. میخوان همچین چیزی رو، بارها هم اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی اسم اینو گذاشته جنگ ترکیبی. در مورد ترکیه هم این اتفاق افتاده. خود کشور درگیر شده، کشورهایی هم که بهش کمک کردن ازش چیزایی خواستن، وضعیت اونها بحرانی شده. همین اتفاق 4-5 شاید هم بیشتر سالی که داره در عراق اتفاق میفته. یعنی به محض اینکه دولت‌های عراق عوض میشن، خواه اون دولت کابینش یا نخست وزیرش به جمهوری اسلامی نزدیکه یا نه، همین که عراق با مشکل روبرو میشه، آمریکا و کشورهای اروپایی پاشون رو میزنن روی گلوی اون که باید تحریم‌ها رو رعایت کنید، نظام بانکیتون باید به روی جمهوری اسلامی بسته باشه، قاچاق و نمیدونم تامین مالی تروریسم و این گروه‌های عجیب و غریب مسلح رو بذارید کنار. خب اونها هم تا اونجا که بتونن حداقل علی ظاهر انجامش میدن، تا حدودی هم در عمل این اتفاق میفته، زیر جلکی هم ممکنه حالا جمهوری اسلامی از طریق عوامل خودش به بخشی از اون چیزهایی که لازم داره برسه. در مورد عراق ولی حدود 2-3 ماهه که سفت و سخت امریکا پاشو گذاشته روی گلوی بانک مرکزی عراق که ارز رو اجازه نده وارد ایران بشه. یکی از دلایل اصلی که جهش قیمت دلار رو شاهد بودیم در تقریبا بعد از اعتراضات، مسئلهش همین این بوده. قضیه ترکیه این اتفاق رو بیشتر کرد. کجا میتونیم این رو بفهمیم؟ به این خاطر که دلار با یه ریتمی در این 4-5 ماه گرون شد، 300 200 400 500، یعنی توی همین رنجی بود. امروز که 27 بهمن دلار شده 47580 تومان، یعنی به نسبت یک هفته گذشته رشدش 1.5 برابر تو اون روز بوده. همه روزا 200 300 400 500 تومان گرون می‌شده، در عرض یکی دو روز یهو 1700 تا 1500 تا اومده رو قیمت دلار. یورو هم که خب 50 رو رد کرده. برای اینکه بحثو گم نکنیم، داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که پدیده‌های طبیعی چه تأثیری می‌ذارن بر روی یک کشور و کشور مجاورش. تا الان صحبت اینجا بوده که زلزله ترکیه روی ورود و خروج ارز در ایران تأثیر گذاشته، صرافی‌ها، سیستم بانکی. در مورد عراق هم همین اتفاق از مدت‌ها پیش شروع شده بود، به خاطر فشارهای آمریکا از 2 روز پیش 2 تا از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا، واحد مربوط به امور تروریسم و مالی، اطلاعات مالی، اینها رفتن امارات، یقه دولت امارات رو هم گرفتن، حواله درهم به ایران رو محدود کردن. این جهش قیمتی که تو این یکی دو روز برخلاف رویه هر روز که یه ریتمی داشت اتفاق افتاده، به خاطر این 3-4 مورد بوده، نه فقط به خاطر این، از دلایل اصلیش. کل این پدیده رو جمهوری اسلامی اسمش گذاشته جنگ ارزی. جنگ ارزی از نگاه مقامات جمهوری اسلامی خودش بخشی از یک جنگ هیبریدیه یا ترکیبی. اصطلاحاتی هم که به کار میبرن ممکنه خیلی رایج نباشه، ولی هست در تحلیل مسائل امنیتی این داده ها برقراره و میدونن هم دارن از کجا ضربه میخورن و چرا ضربه میخورن. تمدید نشده، در واقع عدم احیای برجام، شکست خوردن مذاکرات، کنفرانس اتمی، کنفرانس امنیتی مونیخ، شکست خوردن مذاکرات آژانس با جمهوری اسلامی، عدم وفای به عهد روس‌ها و چینی‌ها در قراردادهایی که قرار بوده اجرا بکنن، و 4-5 مسئله دیگه که میشه به این پازل اضافه کرد، همشون دلیل بر اینه که
اوضاع ارضی جمهوری اسلامی بدتر میشه، یعنی یحتمل با این وضعیت پیش بره ما شب عید یک ماه و نیم دیگه دست کم 49 50 نزدیک 50 دلار رو داریم. حالا افزایش قیمت دلار یه تبعاتی داره، جلسه پیش هم راجبش بحث کردیم، گفتیم مثلا دلار شد 10 15 تا مردم ریختن اعتراض شد و تظاهرات ضد حکومتی برقرار شد، این دفعه چرا نشده؟ به این خاطر که اینها نسبت به اون تجار و بازرگانان و دلال و واسطه هایی که میتونن بازار رو بریزن به هم توسط زیر مجموعه خودشون، یا مستقیم و غیر مستقیم، دارن اونها رو بهشون دلار تزریق میکنن که بتونن برن جنس رو. ولی این منابع بانک رو خالی میکنن، یه طرف اینا مجبورن چکار کنن؟ ذخایر رو بیارن تبدیل به سکه بکنن بفروشن، حالا میگن در اومدیم در بورس عرضه کردیم. ضمن اینکه یکی دو سه ماه آخر سال بازار سنتی رونق پیدا میکنه، عرضه و تقاضا زیاد میشه، احتمال امکان تظاهرات در همین مقطع کم میشه، یه سریش مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی و و و، یعنی خیلی احتمال کمی داره که ظرف این هفته ها تظاهرات به راه بیفته. اونهایی هم که به حال فراخوان میدن نه از روی قصد و مرض و غرض، تحلیلشون این نبوده، ولی فراخوان دادن تو اینو خیلی نمیگیره. چند تجمع هم که میبینید برقرار شده تجمعات کارگری بوده، مربوط به جیب اونها بوده، نه مربوط مثلا به اعتقادات سیاسی و آزادی خواهی اونها، که هرچند در نهایت همش به همین مسیر میرسه، اما تجمعاتی که در همین چند وقت اتفاق افتاده، رامک خودرو و فلان بدهی بانکی و فلان کارگری که اعتصاب کرده و معلقاتش رو میخواد و اینها، با این آیتم هایی که اشاره کردیم، اعتراضات بعدی یحتمل باز هم ناشی از جهش یک قیمتی مثلا مثل بنزین یا یک پدیده طبیعی است که دامنه خسارات اون زیاد باشه و حکومت نتونه از پسش بر بیاد. استانی رو مردم میبینن که درگیر شده، که امیدواریم این اتفاق نیفته، ما فقط داریم همینطوری سناریوها رو در یک بحث غیر رسمی صحبت میکنیم، فلان منطقه فلان استان درگیر یک مسئله ای میشه، درگیر یک بحرانی، مثلا همین الان یک برف سیلی زلزله جای گوشه اینا درگیر میکنه، این میزان اگر خسارتش بیشتر بشه، مردم استانهای دیگه و شهرهای دیگه اگر ظرفیت ها از روشون برداشته بشه، تخصیص پیدا بکنه به یک استان دیگه ای، یکی از عوامل تظاهرات بعدی میشه. یا مردم از نظر احساسات متوجه بشن که نظام به فکر مردم مصیبت زده یکی از استانهای دیگه نیست. یکی از اتفاقاتی که در جریان 4-5 ماه اخیر بعد از اعتراضات افتاد، این همبستگی مردم ایران خیلی خیلی سطحش به جایی رسید که امنیت ایران، امنیت ملی رو تقویت میکنه و امنیت جمهوری اسلامی رو کم میکنه. یه نکته هم داخل پرانتز بگم، رژیم های سالم، رژیم های نرمال، مردمی، مشروع، امنیتشون با امنیت کشور پیوند خورده و مردم به بالا خواهی از حکومت، حکومتی که دوستش دارن میخوانش یا مشروعه، میان بسیج میشن. جمهوری اسلامی که ضعفایی که داره همین اینه، امنیت ملی با امنیت جمهوری اسلامی دو تا چیز متفاوته. درسته خودشون در شعار میگن که وای ما امنیت ملی رو اگر بریم تهدید میشه و کشور فلان میشه، ولی خود جمهوری اسلامی عامل برهم خوردن امنیت مردم و امنیت ملی است، آن چیزی که به معنای واقعی وجود داره. داخل پرانتز این رو هم بگم، رژیم ها هر چقدر هم دیکتاتور، وقتی که ضعیف میشن ضرباتی هم به امنیت ملی میخوره، مثلا تجاوزات مرزی از سمت گروه های تروریستی زیاد میشه، یا مثلا وقتی رژیم عراق، حکومت مرکزی ضعیف میشه، تروریست ها حاکم میشن یا بعضی از مناطق رو میگیرن، یا سوریه یا عراق. بنابراین به صورت کلی و خیلی ساده، رژیم های نامشروع نمیتوانن تامین کننده امنیت مردم باشن، نمیتوانن تامین کننده منافع باشن. پدیده های طبیعی هم بر روی فراز و نشیب ها و تنش های سیاسی کشور اثر مستقیم میذاره. جمهوری اسلامی انقدر ضعیف شده که حتی زلزله در ترکیه هم بلای جانش میشه. آن چیزی که سبب میشه مردم بیان در خیابان و اعتراض بکنن هیچ چیز نیست جز نارضایتی، بدون هیچ تعارفی هم
اغلبش بخش عمده این نارضایتی ها ریشه اقتصادی داره که در نهایت مربوط به بحث آزادی و رژیم چنج و اینها میشه. طرف یعنی فردی، اجتماعی، گروهی، صنفی میفهمه که این نظام نظامی نیستش که بتونه خواسته های اون رو برآورده بکنه. از اینکه شنونده بودید ممنون. طبق معمول کم و کاستی های ما رو ببخشید.